در این قسمت میریم سراغ تنظیمات حرکتی برای انگشت های رباتمون با استفاده از امتی آبجکت ها. در طول آموزش من به جای امتی آبجکت ها یک جاهای نال آبجکت به کار بردم، چرا که تو نرم افزارهای دیگه عنوان نال آبجکت متداول هست، ولی خب حالا در نرم افزار بلندر امتی آبجکت و به دلیل اینکه من سالها با نرم افزارهای دیگه کار کردم، شاید بارها به جای امتی آبجکت از نال آبجکت استفاده بکنم. خیلی خب این مشکل بزرگی نیست. میریم جلو. لازمه توضیحی رو بدم و همونطور که در دو قسمت ابتدایی گفتم، ما صرفاً از بونها برای ریک کردن استفاده نمی کنیم. ما از آبجکت های کمکی برای تنظیم محدودیت های حرکتی، کنترلر های حرکتی استفاده می کنیم روی آبجکتمون. نگران نباشید، ما به بونها هم در ریگ آبجکت رباتمون خواهیم رسید و از اونها هم استفاده خواهیم کرد، ولی ما سعی میکنیم که توی این دوره آموزشی تمام ابزارها رو با هم دیگه مرور بکنیم، تمام روشهایی که ما میتونیم برای کنترل کردن آبجکتمون استفاده بکنیم رو با هم مرور بکنیم، بریم سراغ کارمون. حالا بریم برای انگشتایی که داریم هم یک کنترلر در نظر بگیریم. خب میام و این آبجکتم رو سلکت بکنم. من اول ایزولیتش میکنم، در واقع میخوام اینجا یک نقطه یا در نظر بگیرم برای چرخش آبجکتم. خیلی خوب، پس تب رو میزنم و سطح بالا و پایین آبجکتم رو میگیرم که دقیقا بتونیم در مرکز آبجکت بعدن اون نقطه رو اضافه بکنیم. ببینید که وقتی بالا و پایین رو بگیرم، گیزمو من در حال حاضر اومده و بین این دوتا سطح قرار گرفته، دقیقا داخل آبجکت هم قرار گرفته. ما از این تکنیک خیلی استفاده میکنیم برای الائن کردن 3D کرسرمون و بعد برای اینکه بتونیم آبجکتی رو اضافه بکنیم و شیفت S. خیلی خوب، تب رو میزنم میام بیرون. دقیقا 3D کرسر الان در مرکز این آبجکت من قرار گرفته. حالا شیفت A و یک امتی پلین رو اضافه میکنم. خیلی خوب، از حالت ایزولیت خارج میشم و بذارید یکم اینو کوچیکش بکنم. خوبه. و حالا از نماهایی که دارم میتونم استفاده بکنم، یکم بیام و این آبجکت رو جابجا بکنم که تقریبا در جایی که مد نظرم هست قرار بگیره. خوبه، فکر کنم که باز تو این نما هم که ببینیم خوبه. بسیار عالی. خب Alt A دیسلکتش میکنم و حالا این آبجکت رو و بعد این نال آبجکتی که دادم رو میگیرم و Ctrl P Keep Transform رو بهش میدم. حالا اگر که من این نال آبجکتم رو بچرخونم، میبینید که دقیقا بر اساس نال آبجکت من داره کانکشن دست یا در واقع فینگر و نیلم باش حرکت میکنه. دیسلکتش میکنم که به جای خودش برگرده و یه شیفت دی، یه کپی دیگه ازش میگیرم و ولش میکنم که در همون نقطه قرار بگیره و حالا یکم میارمش جلو تقریبا تو اینجاها که از این نما اگه ببینیم خوب بهتره. و حالا نیل رو میگیرم و بعد این آبجکت دوم، نال آبجکت دوم، کنترل پی کیپ ترانسفورم. الان اگر که این آبجکت رو بچرخونم، میبینید که خودش مجزا میچرخه، چرا که دیگه الان نیلز من به یه نال آبجکت پرنت شده. و اگر که این نال آبجکت دومو بگیرم، میبینید که اونم مستقل داره حرکت میکنه. خب پس باید این نال آبجکت دوم رو پرنت بکنم به نال آبجکتی که برای چرخش اون انتخاب کردم. میام تو آلت سلکت، نال آبجکت رو سلکت میکنم، کنترل پی و کیپ ترانسفورم. حالا اگر که این رو به چرخونم، میبینید که همه چی با هم دیگه، ببخشید، توی محور میبینید که با هم دیگه میچرخن و باز این هم میتونه مستقل برای خودش بچرخه. خیلی عالی. حالا وقتشه که محدود بکنیم این آبجکت ها رو. چجوری؟ اول اینکه ما لوکیشن اینها رو تغییر نمیدیم و اسکیلشون هم تغییر نمیدیم. جفت آبجکت ها رو سلکت میکنم و لوکیشن و اسکیلشون رو قفل میکنم که اگه جی زدم اشتباهاً یا اس زدم اشتباهاً تغییری نکنه. ببینید جی رو میزنم حرکت نمیکنه و اس رو هم اسکیل نمیشه. خیلی خوب.
حالا وقتشه که محدودشم بکنم، مثلا این فقط تو محور زد میچرخه، پس اینا رو محدود میکنم که اگر که آر رو زدم فقط توی این محور برای من بچرخه، دوباره این رو هم میگیرم و ایکس و وای رو محدود میکنم و فقط با زدن کلید آر میبینیم که این چرخش در یک محور مهار و محدود شده. خب میخوایم این کار رو برای بقیه انگشت ها هم انجام بدیم. اول میام و برای مرکز چرخشی که میخوام الان به این آبجکت ها بدم و سر جای خودشون بشینم، دوباره شیفت اس کرسر رو به سلکشنم برمیگردم، چرا که میخوام هول این نقطه این آبجکت ها رو تکرار بکنیم، در واقع این کنترل ها رو تکرار بکنیم. این دوتا آبجکت رو میگیرم و شیفتی یه کپی ازش میسازم، ولی تکونش میدم دیگه تکون نمیخوره، چرا که ما قفل کردیم اونها رو در این پنل ترانسفورممون. راست کلیک میکنم که سر جاش باقی بمونه. میبینیم که دوتا نال آبجکت برای ما ایجاد کرده که اون سیستم پرنتینگ هم روش اعمال شده. خب من الان میخوام اینا رو بچرخونم و تغییر موقعیت بدم، پس بهتره که دوباره اینها رو از حالت لاک در بیارم. خیلی خب، و حالا اگر که بچرخونم میبینید که میچرخه، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که من دیگه نمیخوام در محور خودشون این چرخش اتفاق بیفته و میخوام بر اساس تیردی کرسل و این مرکزمون این چرخش اتفاق بیفته. میام تو این نما و میچرخونم و کنترل رو هم نگر میدارم و دقیقا اسنپ میشه به مرکز این یکی آبجکت هم. خب بذارید این پروسه رو برای آبجکت های دیگه تکرار بکنیم. شیفت دی ولش میکنم و باز اینجا میام میچرخونمش و با کنترل نگهش میدارم، میچسب اینجا، دوباره شیفت دی ولش میکنم و با کنترل نگهش میدارم، میچسب اینجا و الان من تمام آبجکت هایی که لازم داشتم برای کنترل انگشت ها رو در اختیار دارم، فقط باید بیام و انگشت ها رو بهش پرنت بکنم. از اینجا شروع میکنیم، اول این کانکشن یا در واقع فینگر رو میگیریم و بعد این کنترلر رو کنترل پی و میگیم کیپ ترانسفورم و دوباره اینجا اول نیل رو و باز شیفت این کنترلر رو کنترل پی و کیپ ترانسفورم. حالا اگر که این رو بچرخونم، بذارید برگردونم تو حالت باندینگ باکسش و برم تو حالت لوکال، میبینید که این میچرخه و بعد این یکی هم به صورت مستقل میچرخه. خیلی عالی. دوباره میایم این کار رو روی این یکی انجام میدیم، این دوتا رو با هم دیگه سلکت میکنیم، کنترل پی کیپ ترانسفورم و باز نیلز رو و کنترلش رو کنترل پی کیپ ترانسفورم و باز اینجا این آبجکت و کنترلش رو کنترل پی کیپ ترانسفورم و باز این آبجکت و کنترلش رو کنترل پی کیپ ترانسفورم. میبینید که همه چیز داره درست عمل میکنه. کار من تموم هست و چیز زیادی دیگه باقی نمونده، فقط بیاین مدیریتش بکنیم و اسمگذاریامون رو نهایی بکنیم. خب میام و این رو اول سلکت میکنم و میتونم برم تو حالت آبجکت، میتونم F2 بزنم و بهش اسم بدم. خب F2 پس ازش استفاده کردیم، میذارم کنترل داش لفت داش هند. خب پس این کنترلر هند من هست، اما الان اگه من هندو بچرخونم میبینید که انگشتا باهاش نمیچرخه. چرا؟ چون که الان اون کانکشن انگشتا دیگه پرنت هست به این نال آبجکت ها. این نال آبجکت ها رو با هم دیگه سلکت میکنم و در انتها شیفت رو نگر میدارم و کنترل لفت هند رو سلکت میکنم و کنترل پی کیپ آبجکت ترانسفورم. حالا اگر که من این رو بچرخونم میبینیم که آبجکت ها هم باش تکون خواهد خورد. بسیار عالی. و بیایم حالا این آبجکت هامون رو اسم گذاری بکنیم. در واقع وقتی که سلکتش میکنم تو آوتلاینرم میبینم که مربوط میشه به فینگر 4، کنترل سی ازش میگیرم و
میام اینجا میبینید که خب پس کنترل وی کنترل داش برای فینگر 4 و باز این امتی رو سلکت میکنم همینجا میبینیدش و کنترل وی میشه نیل 4 یعنی حالا ناخون مثلا نیل 4 ولی کنترلرش پس کنترل داش نیل 4 باز دوباره بعدی رو سلکت میکنم بذارید خب بازش میکنیم و میبینیم که این مربوط به فینگر 3 لفت فینگر 3 پس این امتی رو هم اسپوزری میکنیم لفت فینگر 3 کنترل داش لفت فینگر 3 و باز این هم مربوط به نیلز 3 میشه در واقع این آبجکتی که اینجا وجود داره left nail 3 و میشه control dash control v nails nail 3 خب و باز همین کار رو انجام میدیم. ببینید نکته مهمی که وجود داره اینه که ما وقتی که تو آوتلاینرمون یک بار این تنظیمات رو انجام بدیم بعدن وقتی که میخوایم ازش استفاده بکنیم بی دلیل گیج نمیشیم، اسما مشخصه و اگه الان همه چی رو همینجوری به حال خودش فعل بکنیم بعدن با یک سری اسم مثل سیرکل یک سیرکل دو صرف یک سیرکل دو صرف دو و اصلا دیگه نمیتونیم پروژمون رو مدیریت بکنیم. این بس مهمیه خصوصا تو پروژه های بزرگ برای اینکه همه بتونن سر در بیارن که شما دقیقا چی کار کردین. خیلی نیاز هست که این کار رو انجام بدید کنترل داش و تا یک نظمی داشته باشه که بعدا وقتی سراغش میرید گیج نشید. خب کنترل سی یه زمانی رو اینجا میذاریم ولی بعدا کارمون راحت تر خواهد بود برای سلک کردن اینها انیمیت کردنشون پیدا کردن مشکلاتی که توی کار وجود داره و همه اینها. خیلی خب ما اسکوزاریمون هم کردیم پس آر میتونیم اینو بچرخونیم و هر کدوم اینا رو میتونیم جدا جدا انیمیت بکنیم. خیلی عمالی. یک نکته‌ای که وجود داره اینه که جاهایی که خیلی شلوغ میشه الان مثلا من میخوام این آبجکت رو بگیرم اشتباهاً این رو سلکت میکنم برای اینکه بخوام دقیقاً مثلا این آبجکت رو بگیرم و چیز دیگه‌ای توی صحنه‌ام سلکت نشه میتونیم آبجکت هامون رو از حالت سلکت شدن خارج بکنیم. خیلی خب این امکان در واقع در آوتلاینر ما وجود داره به صورت پیش‌فرض. حتی آوتلاینر رو ما فقط بذارید من اینا رو خاموش بکنم. فقط یک چشم اینجا هست که برای خاموش روشن کردن ازش استفاده میشه. ببینید مثلا من اگه بخوام لفت هند رو خاموش روشن بکنم میتونم در واقع تو ویوپورت. اما این قیف این بالا که در واقع فیلتر میکنه امکاناتی که ما در بخش آوتلاینرمون داریم رو اگه بزنیم میتونیم امکاناتی که نیستن رو روشن بکنیم. مثلا دیسپلی این ویوپورت و باز دیسپلی رندر و اینجا یک تیکی هست که میگه که سلکتبل رو هم فعال میکنم و یک علامت شبیه کرسر موس در اختیار من قرار میگیرم. الان ببینید من میتونم این آبجکت رو سلکت بکنم و حالا دیسلکتش میکنم. اگر که بیام این رو خاموش بکنم الان هر کاری بکنم دیگه اون آبجکت سلکت نمیشه. ببینید همه چیز اطرافش سلکت میشه ولی خودش سلکت نمیشه. خیلی خوب. خب پس این کارو ما میتونیم واسه همه آبجکت هایی که نمیخوایم دیگه سلکت بشن چون در واقع ما داریم از طریق کنترلرها اونها رو سلکت میکنیم انجام بدیم و بذارید من باز کنم انجام بدیم. در واقع این مش ها رو ما دیگه نمیخوایم سلکت بشن و باز این مش رو هم نمیخوایم سلکت بشه و هر کاری بکنیم دیگه خودمون مش سلکت نمیشه و اطرافش سلکت میشن. خب این برای گرفتن این کنترلرهای ما که خیلی هم نازک و خطی هستن خیلی به کارمون میاد. پس میام همه اینها رو دیگه از حالت سلکت خارج میکنم خب که مش هم دیگه سلکت نشه. لفت فینگر اینم از حالت سلکت خارج چون دیگه واقعا به سلکت کردن مش هم نیاز ندارم. مگه اینکه بخوام بعدا سلکتشون بکنم که و ادیتشون بکنم که خب اونجا
در واقع از همین سیستم اسکوزاری میایم و تو آوتلاینرمون پیداش میکنیم و میبینید که الان این آبجکت ها این شکلی سلکت میشه. حالا اینجوری باز بهتر. خیلی سریع برای اینکه خب ما بعدا میخوام انیمیتش هم بکنیم دیگه، خب و اونجا به درد سر نیافتیم دوباره میام و این مش های اینجا رو هم دیسلکت میکنم. میبینید که دیگه خود مش سلکت نمیشه، الان اون چیزی که پشتشه سلکت میشه یا این که نزدیکشه سلکت میشه، ولی خود مش سلکت نمیشه. باز این خود مش سلکت نمیشه. بسیار عالی، ریگ انگشت ها و کف دست رباتمون هم تموم شد. با ما همراه باشید، در قسمت بعد میریم سراغ آرماتور و بون ها برای ریگ کردن بازوی رباتمون.